سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه بحث ماشین لرنینگمون. از این جلسه میخوایم وارد فصل جدیدمون بشیم و میخوایم چند جلسه در رابطه با سیمپل لاینر رگرشن صحبت بکنیم. خب بعد از بحث پری پروسسینگ بریم سراغ ادامه بحثمون. وارد رگرشن شدیم و تو وهله اول میخوام راجع به سیمپل لاینر رگرشن صحبت بکنیم. یکی از ساده ترین الگوریتم های ماشین لرنینگ و همونجور که از اسمش هم مشخصه یک معادله خطیه. خب بریم بیشتر راجع به صحبت بکنیم که اصلا چی هست و چجوری کار میکنه. خب سیمپل لاینر رگرشن، اول مثلا من یه معادله ازش بنویسم این گوشه بالا. اگه بخوام بنویسیم به این صورت میگم ایگرگ برابر است با بی صفر به اضافه بی یک ضرب در ایکس. این میشه معادلش. حالا ایکس بزرگ بزنم که معلوم باشه. به ایگرگ میگم متغیر وابسته. چرا؟ چون وابسته است به یه چیز دیگه. به بی صفر اصطلاح میگن اینترسپت یا دقیقا مقدار ثابت. بی یک میشه اون شیب اون خطه الان میکشم میبینید، و ایکس هم که میشه متغیر مستقل یا غیر وابسته. ما اگه بخوایم در حقیقت سیمپل لاینر رگرشن یه مثالی بزنیم، فرض کنید بچه ما یه نموداری داریم. خب میخوام یه نموداری بکشم براتون. محور X میزان درس خوندن یه دانشجوه. پس اینو میذارم، محور X رو میذارم چی مثلا؟ اسمشو بذاریم استادی تایم. محور ایگرگ مثلا نمره یه که اون دانشجو میگیره تو اون درسی که حالا امتحان داره. طبیعتا ما میدونیم هر چقدر بیشتر درس بخونه بیشتر نمره میگیره. یه سری داده ما داریم. خب مثلا فرض کنیم یه داده داریم اینجا، بذارید من اینو عوض کنم. یه داده داریم اینجا، یه داده داریم اینجا، یکی داریم اینجا، یکی داریم اینجا، یکی داریم اینجا، مثلا یکی داریم اینجا. خب این اگه دانشجو انقدر درس خونده انقدر نمره گرفته. خب طبیعتا هر چقدر بیشتر این درس بخونه خب نمره بیشتری میاره. ما میتونیم این داده ها رو به وسیله یک خط شبیه سازی بکنیم. من خط رو اینجوری میکشم، شیب این خط میشه بی یک. نقطه ای که در حقیقت میاد محور در حقیقت ایکسمون رو قطع میکنه میشه بی صفر. بخش محور ایگرگمون رو قطع میکنه، یعنی اینجا قطع میکنه، میشه بی صفر. پس شیب میشه بی یک، نقطه تلاقیش با محور ایگرگ میشه بی صفر. این میشه بحث لانیر رگرشن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که کی این خط از کجا به دست میاد؟ من امکان داره یه همچین خطی بکشم؟ امکان داره یه خط اینجا بکشم؟ کدوم یکی این خطا بهتره؟ من یه چند تا داده اینجا میکشم که داشته باشیم. ما زمانی میتونیم بگیم بی صفر و بی یک بهترین اعداد و بهترین مقادیر هستند که اختلاف بین این مقدار واقعی، من این رنگ اینو عوض کنم که واضح باشه، زمانی که اختلاف این با مقدار پیش بینی شده، یعنی مقداری که تو این خطه میبینیم، مینیمم بشه. یعنی تمام این اختلاف ها رو حساب کنیم خب با این خط اصلی که میخوایم مقایسه کنیم، مجموع اینا تواندو مجموع اینا حداقل شده باشه. یعنی مقدار واقعی منهای مقداری که این خطه به ما میده رو کم میکنیم، مثلا اختلافشون توان دوش مجموع اینا میانگین بشه. برای همه خط باید اینو حساب بکنیم. مثلا برای این یکی خطه میشه، من رنگ رو عوض کنم دوباره زردش کنم، مثلا برای خط وسطی میشه این فاصله
این فاصله، این فاصله، این فاصله، این مثلا و این. مجموع این زرده باید ببینیم کمتر توان دوشون یا مجموع این آبیا. هر کدوم کمتر بود یعنی اون بهتره. این فرمولش هم با هم ببینیم. من اینو بزنم بره. پس میشه گفتش که توی معادله ما، یعنی معادله که اینجا من نوشته بودم، یه دیگه بنویسم، رنگش رو عوض کنیم. بی صفر به اضافه بی یک ضرب در ایکس. تو این معادله خب زمانی ما میتونیم بگیم بی صفر و بی یک خوبه هستن، ایدئالن، که مجموع ایگرگ، من اسمش رو میذارم A یا مخفف اکچوال، مقدار واقعی، منهای ایگرگی که ما پیش بینی کردیم با این خطه، توان دوش مجموعش چی باشه؟ مینیمم شده باشه. پس زمانی ما میتونیم بگیم که بی صفر و بی یک ایدئال ما هستن، که به این فرموله رو محاسبه کرده باشیم و به حالت ایدئال برسیم. خب این از بحث سیمپل لاین رگرشن و بریم بیایم جلسه بعدی میخوایم بریم سراغ در حقیقت یه کوچولو کد بزنیم، یا میتونیم همین جلسه هم شروع کنیم. البته بذار همین جلسه شروع بکنیم، ویدیومون چون خیلی طولانی نشده. اول بچه چند تا لینک بهتون بدم. از این دوتا لینک، یکی از این دوتا لینک میتونید دیتا ست سیمپل لاین رگرشن رو دانلود بکنید. از این لینک گیت هاب هم میتونید به کل کدایی که مربوط به این قسمت دسترسی داشته باشید. بریم شروع بکنیم. خب یه سری کارا اولیه رو انجام بدیم، بعد برگشتون رو جلسه بعدی بشه. کتابخونه که لازم داریم رو ایمپورت بکنیم. باز میخوام از صدام یه لحظه فکر کنم بد شده بود. یه سری کارا اولیه رو انجام بدیم. خب کتابخونه که میخوایم بیاریم. و اگه این ساجست بکنه خیلی خوبه. مت پلات لیب دات پای پلات از پی ال تی. خب تنبلی میمت بنویسم. خب بریم سراغ قسمت بعدیمون، خود دیتا ست. من دیتا ست آوردم راستی، نه آوردم دیتا ست هم. یه لحظه بچه ببخشید. خب دیتا ست هم آوردم. میگم دیتا ست راجع به این قسمت پری پروسسینگش قبلا صحبت کردیم، دو سه جلسه گذشته. سوی اسم دیتامون هست سالری دیتا دات csv. بعد میگم x مون برابر است با dataset دات iloc، تمام ردیف ها، تمام ستون ها به سه ستون آخر، دات values. y مون برابر است با dataset دات iloc. بکنم بالا یه لوک رو اوش جا انداختم. آره. بعد بازم تمام ردیف ها و فقط ستون آخر دات values. خب برای اینکه با دیتا ستمون یه آشنا بشیم. خب چی شد چی شد چی میگی؟ میگم چه چیزی وجود نداره. چی روش نوشتم؟ دی شوش تو گذاشتم، اشکال نداره عزیزم. بیا بریم دیتا ست رو یه نگاه بکنیم، ببینیم چه شکلیه این دیتا ستمون. بچه ها حدود دیتا ست بزرگی نیست، خیلی دیتا ست داره سبک میگیرن فعلا ابتدای دوره. 29 تا در حقیقت مقدار داره و یه داده از میزان تجربه و حقوقی که دریافت میشه. طبیعتا هرچی میزان تجربه بیشتر باشه حقوق دریافتی هم بالاتره. خب
بریم سراغ ترنتس اسپلیت، نال ولیو نداریم فعلا خدا شکر، و بریم سراغ ادامه کارمون. فرام ساکت لن دات مدل سلکشن ایمپورت بکن ترن تست اسپلیتو و ایکس ترن ایکس تست وای ترن وای تست مساوی با ترن تست اسپلیت ایکس رو میدادیم بهش، وای رو بهش میدادیم، تست سایز رو مشخص بکنیم، میگم هم 20% و رندوم استیت، رندوم استیت، رندوم استیت برابر مثلا 42، هرچی دوست دارید بچه، من 0 میدم اصلا این دفعه 42 ندیم. خب اینم از این قسمت کار. خب برای این جلسه کافیه، ادامهش باشه جلسه بعدی و راجبش صحبت میکنیم. فعلا خداست.